امروز همه ما به صدای جمهوریت لبیک گفتیم و قانون اساسی را پاس داشتیم. به خاطر حضور و اشتراک شما، دموکراسی نوپای ما نهادمندتر شد. رای دهندگان افغان در فضایی از تهدید و تردید پای صندوقا رفتن، ولی مشارکت چقدر بوده؟ در 60 دقیقه امشب میپرسیم انتخابات چقدر حل کننده بحران خواهد بود؟ از گلبدین حکمتیار، نامزدی که به روند انتخابات معترض است، میپرسیم اعتراضش به چیست؟ و شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. انتخابات افغانستان در فضایی از تهدید و ترس و تردید و انتظار برگزار شد. هنوز درباره میزان مشارکت خبری منتشر نشده. شاید نشانه ای از این که شمار شرکت کنندگان چندان برای مقام های برگزار کننده انتخابات دلگرم کننده نیست. ولی همین هایی که شرکت کردند هم خطر مرگ را به جان خریدند برای نقش بازی کردن در یک حرکت دموکراتیک. با اینکه گفته شده دست کم 4 نفر در خشونت های امروز کشته شدند، اما می توان گفت این موفقیتی آشکار برای بیشتر از 70,000 نیروی امنیتی افغان است که وظیفه مهار طالبان را به عهده داشتند، اگر آمارها و ارقام درست باشد. از همین حالا کم و بیش صدای اعتراض نامزدها شنیده می شود. اینکه مشکلات فنی یکی دوتا نبوده و هنوز نمی توان گفت جلو تقلب گرفته می شود. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حرکتی موفق یا حرکتی ناکام؟ آیا تکلیف مرجع قدرت در 5 سال دیگر بدون حاشیه و جنجال تعیین می شود؟ بیشتر در این باره حرف می زنیم. اول گزارشی از نسرین نوا. خوشحالی برای برگزاری انتخابات. ولایت خوست در جنوب افغانستان، تصویری که امروز میان افغانها در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شد. انتخابات در همه جا اما به این گرمی استقبال نشد. حضور مردم کم رنگ بود. یعنی شما توقع داشتین بیشتر از این؟ بله. رئیس جمهور غنی در همان ساعت اول رأی داد و پیامی هم به مردم فرستاد. تقلب موضوع است که خلاف قانون است، جرم است و در قانون انتخابات جرم به صورت واضح تعریف شد. اعمالی که قبلا از نگاه اخلاقی قابل توجیه نبود امروز جرم است. عبدالله عبدالله، رقیب جدی او در این انتخابات، پس از رأی دادن از طالبان خواست انتخابات را مختل نکنند. تهدید مردم بیگناه قوت شما را نشان نمیده. تلفات مردم بیگناه خیر را به شما عاید نمیسازد. در کابل امروز جاده های منتهی به مراکز رای دهی به روی وسایط نقلیه مسدود بود و تدابیر امنیتی شدید. اینجا در یکی از نقاط مرکزی کابل، یک مرکز رای دهی نزدیک به ما در این کوچه موقعیت داره، جایی که دیده میشه در ساعات پایانی رای گیری هنوز صف کوچکی منتظر استفاده از حق رایشان هستن. دوروبر ما آدم های زیادی هستن که ما با تعدادی از اینها صحبت کردم و برخی از این مردم رفته بودن به راحتی رای دادن و از روند رای گیری راضی بودن و تعدادی هم از عدم استفاده درست از دستگاه بایومتریک و نبودن اسمشان در فهرست رای دهندگان شکایت داشتند. شماری به همین دلیل نتوانستند رای بدهند. نمو شماره که البته شناس استیکر دوستم شماره بود، فعلا که رفتیم در ما بتانیم اونجا رای بتیم در ممو موشین در مو سیستم بایومتریک، وقتی شماره ما را درج کرد امی شماره به نام کسی دیگه ثبت شده بود، به مو خاطر اجازه رای برای ما نداد. کمیسیون انتخابات اما این مشکل را مانعی برای رای دادن نمی داند. کسایی که در لیست رای دهنده باشه و در سیستم بایومتریک نباشه هم میتونه شامل افرادی باشه که میتونه رای بده و کسایی که برعکس از این باشه هم میتونه. اما آنچه مردم میگویند با گفته های کمیسیون در تضاد است.
در مرکز رایدهی باقرلوم در ناحیه ششم شهر کابل ما ثبت نام کرده بودم. در انتخابات پارلمانی هم در اونجا لیست من نبود، ولی به دلایلی که کمیسیون انتخابات گفته بود کسانی که نامشون در لیست نیستن میتونه رای بدن، من تونستم در اونجا رای بدم، ولی ممکن رای مثلا شمار نشده باشه و از این حق من محروم شدم. این بار رفتم که رای بدم، ولی دوباره باز میبینم این سناریو تکرار میشه. قطع شبکه‌های مخابراتی در شماری از ولایت‌ها، به ویژه ولایت‌های شمال شرقی که ارتباط مراکز رای‌دهی را قطع کرده بود، از دیگر چالش هاست. با این حال برخی نهادهای ناظر چندان بدبین نیستند. مردم واقعا بابت بعض اشتباهات تکنیکی که کمیسیون مرتکب شده از حق رایدهیشان محروم شده و مشکلات که در انتخابات پارلمانی 2018 واقع شده بود، قسمت دستگاه‌های بایومتریک همچنان در قسمت فهرست رایدهندگان کمکان و مشکلات وجود داشتن، ولی به او پیمانه و وسطی که ما در انتخابات پارلمانی داشتیم نه به او اندازه. برنامه امنیتی برای تأمین امنیت انتخابات در سراسر کشور از مدت‌ها قبل روی دست گرفته شده بود. با وجود تهدید طالبان، وضعیت در روز انتخابات به مراتب بهتر از هفته‌های قبل از آن بود. با آن هم حوادث امنیتی کم نبود. هرچند با تلفات زیاد نه. انتخابات ریاست جمهوری دوبار به تعویق افتاد. شک و تردیدهایی در مورد برگزاری آن تا یک هفته پیش هم وجود داشت. گرمی بحث صلح با طالبان آب سردی روی انتخابات انداخته بود. اما برعکس شد. نسرین نوا، BBC، کابل. خبرنگار ما علی حسینی از کابل با ماست. علی، اول بد نیست که از تازه ترین ها بگی، بالاخره در مورد میزان مشارکت خبری منتشر شد یا نه؟ جوال، همین چند دقیقه پیش که می آمدم این طرف، کنفرانس خبری مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات آغاز شد و الان فکر میکنم جریان داره، یعنی حتما جریان داره چون مدت زیاد نمیگذره، و آمار تخمینی سطح مشارکت را اعلام کردند. بر اساس این اعلام مسئولین کمیسیون گفتند که این اعداد و ارقام را توسط تلفن و از طریق رؤسای مراکز انتخاباتی در ولایت ها به دست آوردن. دانه دانه آرای را که اعلام شده گفتن، مثلا گفتن کابل چقدر رای انداخته شده، همه ولایت ها را تعداد ارقام را گفتن، اما از چند مرکز ما میدانیم که در حدود 5000 مرکز رای دهی در سراسر افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که باز است و رایگیری در آنجا انجام میشه، و از این 5000 مرکز چیزی حدود 2600 مرکز نتایج این که چه تعداد رای استفاده شده، چند نفر در این مراکز حضور پیدا کردن مشخص شده بر اساس همین چیزی که گفتم، یعنی تماس تلفنی کمیسیون مستقل انتخابات با رؤسای مراکز انتخاباتی. بر اساس این آمار در 2600 مرکز رای دهی، یعنی تقریبا 50% مراکز، 1,050,000 نفر یا 51,000 نفر شرکت کردن. یعنی فعلا میشه گفت که بر اساس آمار تخمینی کمیسیون مستقل انتخابات در 2600 مرکز انتخاباتی، نصف مراکز انتخاباتی، 1,051,000 نفر شرکت کردن. عجب. در مورد این مسائل امنیتی هم چیزی گفته شد یا نه؟ در ابتدای کنفرانس خبری که الان جریان داره اشاره‌ای نشد، احتمالاً در ادامه گفته بشه، ولی قبل از آن، یعنی در کنفرانس‌های قبلی یک آماری رو گفتن، به احتمال زیاد آمار نهایی نباشه. یک از اعضای کمیسیون گفت که امروز دست کم 50 حمله صورت گرفته، که در این 50 حمله‌ای که صورت گرفته کمتر از 10 نفر کشته شدن و شماری هم زخمی شده. کمیسیون مستقل انتخابات امروز بارها از نیروهای امنیتی تشکر کرد به خاطر تأمین امنیت. گزارش هم از یک رویداد یا رویدادهایی که تلفات سنگینی داشته باشه به گوش نرسیده و در دست نیست. البته این یک طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه هم گروه طالبان اعلامیه‌های زیادی امروز نشر کردن و گفتن که توانستن انتخابات را اخلال کنه در بعضی از نقاط.
هر دو طرف جنگ افغانستان، مشخصا میگم هم طالبان و هم از این طرف کمیسیون مستقل انتخابات، امروز به مردم افغانستان تبریک گفتن. کمیسیون مستقل انتخابات تبریک گفت به خاطر مشارکت گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری به گفته آنها، و همچنین به گفته گروه طالبان عدم مشارکت گسترده مردم در این انتخابات، که هر دو طرف این موضوع را مد نظر قرار دادن و به مردم افغانستان تبریک گفتن. حالا اینکه کدوم دقیق میگه نمیتونیم اشاره کنیم، چون نظارت دقیق منتظر باید بشینیم که ناظرین چی میگن. به هر حال حادثه رویداد جدی امروز گزارش نشده که در جای مرکزی یا روند انتخابات در ولایتی مختل شده باشه. ممنونم از همکارم علی حسینی. اطلاعات تازه اگه به دست ما برسه حتما علی اون رو با ما در میان خواهد گذاشت، خصوصا خبرهای تازه اگر از نشست خبری کمیسیون مستقل انتخابات به دست ما برسه. و اما گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان و همینطور از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از کابل با ما هستند. آقای حکمتیار، من امروز تلویزیون های داخل افغانستان رو نگاه میکردم، شما مکرر اعتراض خودتون رو بیان کردید. شما به چه معترض هستید؟ دلیل اصلی اعتراض شما چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. انتخابات 1398 چند مشکل عمده داشت. دو تیم دولتی بود، از امکانات دولت استفاده سوی عظمی داشتند. وزارت ها، ولایت ها، سفارت ها، ریاست ها، حتی زمین را به قسم رشوت دادند و از امکانات دولتی استفاده سو کردند. پست‌های مهم دولتی را به قسم رشوت دادن. ما در حال وارد انتخابات شدیم که رقبای ما از تمامی تسهیلات برخوردار بود و ما از او محروم. آقای حکمتیار، این اعتراضات رو شما در جریان مبارزات انتخاباتی هم بیان کردید. این اعتراضات رو در جریان مبارزات بیان کردید. امروز مشخصا اعتراض شما به چیه؟ از کنم که ما از کمپین انتخاباتی خود و دستاوردهایی که داری داشتیم کاملا راضی و خرسندیم. از 127 اجتماعی که کاندیدای مختلف داشتند، در حدود 50 مربوط به تیم ما بود. اجتماعات ما بزرگتر، پرشکوه‌تر، نظمتر از همه کاندیدا بود. از این آیه ما کاملاً از نتایج و دستاوردهای کمپاین انتخاباتی خود راضی هستیم. اگر تقلب گسترده منتج به تغییر شمارش آرا و نتایجش نشد، برخواهیم بود. با توجه به کمپاین ما و مشارکت وسیع مردم، دو تیم مطرح و ما پیشنهاد کردن در آخرین ساعت قبل از شروع انتخابات که از 35 تا 45 درصد پست‌های دولت را به شما می‌سپاریم، به شمول ریاست اجرایی و به شمول ریاست شورای عالی دولت که عالی‌ترین مقام تصمیم گیری در دولت آینده خواهد بود. آقای حکمتیار، به نکته جالبی اشاره کردید، ما در این باره نشنیدیم. از تیم رئیس جمهوری افغانستان چه کسی با شما تماس گرفت؟ آیا خود ایشون چنین پیشنهادی به شما کردن یا آقای عبدالله؟ هر دو تیم پیشنهادهای شبیه به ای داشت، با کم تفاوت. آقای حکمتیار وقتی در مورد تیم حرف میزنیم، اینها تیم‌های این افراد تیم‌های بزرگی هستند، افراد متعددی ممکنه صحبت کرده باشن. مشخصا آیا فردی رو میتونید اسم ببرید که فلان شخص از طرف اشرف غنی یا از طرف آقای عبدالله چنین پیشنهاداتی رو با شما در میون گذاشتن؟ از طرف هر دو مستقیما خودشانم و هیاتای باصلاحیتشانم. نه تنها پیشنهاد شفاهی بلکه تحریری هم که اسناد شما در اختیار داره. من بازم عرض میکنم،
ریاست شورای عالی دولت که یکی از پیشنهادات ما بوده در ابتدا انتخابات که عالی ترین مرجع تصمیم گیری در دولت آینده خواهد بود. ریاست اجرایی که در او صورت 35% دولت، بدون ریاست اجرایی حتی تا 45%. این پیشنهاداتی بود که به ما صورت گرفته ولی ما نپذیرفتیم. به دلیل از اینکه از یک طرف اینا قابل اعتماد نیستند و از سوی دیگری سمعه خوب در بین مردم ندارند. بسیار خوب. به حیثیت حزب صدمه میزد. به این خاطر ما از پذیرفتن پیشنهادات اینا خودداری کردیم. اگر برگردیم به موضوع آنچه که امروز اتفاق افتاده. بله. اگر برگردیم به موضوع امروز، شما مطمئن نیستید که تقلبی صورت گرفته باشه؟ گفتید که اگر تقلبی صورت گرفته باشه اعتراض میکنید، درسته؟ تقلب صورت گرفته خیلی شرم‌آور، بدترین تقلب، بیش از همه انتخابات گذشته. گفتیم اگر با وجود تقلب گسترده، اگر در اعلان نتایج دستبرد صورت نگیرد و نتایج کاذبانه و دروغین از بیرون کشیده نشود، باور داریم که ما برنده انتخابات خواهیم بود. در این صورت میدیم که قضیه میره به تشدید بحران، هیچ طرف هم نتایج انتخابات نخواهد پذیرفت. تقلب در این صورت، یعنی اگر شما به عنوان رئیس جمهور اعلام نشید، حرف شما این است که تقلب صورت گرفته و کشور به سوی بحران میره؟ نه، هرگز نه. گفتیم اگر نتایج واقعی اعلام نشن، اگر نتایج واقعی اعلام نشن، هیچ طرفی هم نتایج رو نخواهد پذیرفت، بحران کشور میره به سوی تشدید بحران. بسیار. من مطلب دیگری را عرض کنم که ما به دو تیم گفتیم که اگر شما تاکید دارین، اصرارتان بریز که پست ریاست جمهوری به شما سپرده شد، میشه در یک صورت روش بحث کرد و اویی که ما رئیس جمهوری شبیه به هند یا پاکستان داشته باشیم از لحاظ صلاحیت ها، و اویی که فقط یک سمبول باشه، سمبول وحدت ملی، ولی صلاحیت ها اجرایی همه در اختیار صدر اعظم باشه. اگر شما این شرط برتان قابل قبول است، میشه ما روش بحث کنیم. بله. شما گفتید که تقلب گسترده و بیشرمانه صورت گرفته. قبلا گفته بودید که اگر تقلبی صورت بگیره وادار میشوید که به سنگر برید. آیا چنین کار رو میکنید؟ عرض کنم که متاسفانه همواره ما مورد ستم قرار گرفتیم، مظلوم بودیم، همیشه حرفای ما تحریف شده، علیه ما دروغ گفته شده. این هم یکی از مواردش است. ما گفتیم که بیاین از انتخابات وسیله برای حل بحران بسازیم، تقلب نکنیم، برای مردم تمکین و احترام داشته باشیم، نتایج بپذیریم، از انتخابات وسیله برای حل بحران بسازیم، تجارب تلخ و خونی گذشته را تکرار نکنیم و مردم از انتخاب ایران پشیمان نکنیم. و اگر شما رای مسالمت آمیز تغییر را، رای انتخابات را، احترام برای مردم را منتقل بسازیم، نتیجه نتا در اون صورت مردم مجبور میشن راهای دیگری را انتخاب کنن. آقای حکمتیار من حرفایی که شما دولت هم خواهد گفت، حرفایی که شما در نشست انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی گفتید رو خودم شنیدم. یک کلماتش رو اینجا دارم. شما گفتید که اگر تقلب بشه، از سنگر آمدیم، تجربه طولانی جنگ داریم، یک ابرقدرت در نتیجه جنگ ما با شکست روبرو شده، ما را دوباره وادار نکنید که به سنگر برویم. شما دارید تهدید میکنید، تهدید دست بردن به سلاح، رفتن به سنگر. بر اساس قانون انتخابات شما نمیتونید چه این کاری بکنید. بله، ما گفتیم که ما را وادار نکنید، ما را از ایرای صلح را که انتخاب کردیم پشیمان نسازیم، مردم را مجبور به این نکنیم، مخالفین مصالح دولت را تبرشان را دسته نکنیم که اونا بگوین انتخابات نتیجه ندار. از طریق انتخابات تغییر مثبت در وضعیت ممکن نیست. شما
تقلبتان به سود مخالفین مسئله دولت است. من عرض معنی بود بسیار خوب، مسئولیتش به دوش کسانی است که تقلب میکنند. خیلی خوب آقای حکمتیار، برای مردم احترام تمکین نمیکنند. بله آقای مسالمت‌آمیز میبندند. بله شما میگید که تقلب شده، به شما هم پیشنهاداتی شده که این پیشنهادها رو نمیپذیرید، از طرف هر دو تیم سند مکتوب هم دارید، میخواید چی کار بکنید الان؟ گام بعدی شما چیه؟ گام بعدی مایی است که میخواییم تصمیمی مشترک گرفته شود. همه کاندیدایی که بر انتخابات چگونگیش تقلب گسترده در انتخابات اعتراض دارن، اینا باید با هم بنشینن و در رابطه با نتایج انتخابات تصمیم مشترک بگیرن. مشخصا آیا کاندیدی با شما تماس گرفتن که معترض باشن به نتایج انتخابات، حرفی از تقلب زده باشن؟ تا اینجا ما بیشتر از شما شنیدیم. جز یک کاندید که تا هنوز موضعی مشخص ندارن، بقیه همه تصمیم مشترک دارن. ما گفتیم که بگذارین یه آخرین کاندید هم که شاید منتظر باشه که باز یک حکومت شبیه وحدت ملی ساخته شود، باز یک جانکیری دیه و یک حکومت ائتلافی، یک شرکت سامی بسازه و اقتدار بین دو سه طرف تقسیم کنه. جز یک کاندید دیگر همه در رابطه با نتایج انتخابات و تصمیم مشترک همه کاندیدا تقریبا متفقن. آقای حکمتیار، هنوز ارتباط کمیسیون انتخابات با تقریبا نیمی از مراکز رأی‌گیری برقرار نشده، هنوز به صورت روشن میزان مشارکت معلوم نیست. چطور با قطعیت میگید که بر اساس اطلاعات شما تقلب صورت گرفته؟ بسیار پیش از موعد نیست، خصوصا در فضای مثل افغانستان؟ مشارکت خیلی کمرنگ بود. احتمالاً مشارکت در مجموع کشور در حدود 2 میلیون چیزی کم و زیاد به این پیمانه باشه. نصف نتایج تقریباً آمده و نشان میده که در حدود 1 میلیون و چند هزار، 1,050,000 افغان شرکت کردن. یعنی که جمعاً در حدود 2 میلیون افغان در انتخابات شرکت کرد. واقعاً که انتخابات خیلی خیلی کمرنگ بود و دلیلش هم روشن است. یک، مردم از انتخابات گذشته پارلمانی و ریاست جمهوری خاطری خوب ندارند. دیدن که ندانم مشکل اینا را حل نکرد، بلکه بعد مشکلات شان افزود. دو، دولت قادر نبود که مسئولیت خود در رابطه با تامین امنیت ادا کند. در حدود 50 حمله صورت گرفت در همین یک روز و دولت عاجز از این بود که امنیت اوضاع انتخاباتی را تامین کند. از سوی دیگر تعداد زیاد مردم را از شرکت در انتخابات محروم شدند. متوجه هستیم که ما 6 میلیون مهاجر داریم. بسیار. ما 6 میلیون مهاجر داریم. 3 میلیون آواره داریم. بیش از 70% افغانستان از سلطه دولت خارج است. اهالی مناطق ناام هم و مناطقی که در تحت سلطه دولت است ولی نام گرفته اید، اینا همه از شرکت در انتخابات محروم بوده. منظورتون این هست که پایین بودن مشارکت بر مشروعیت انتخابات اثر میگذاره؟ طبیعی است که نه تنها با مشروعیت انتخابات اثر میگذارد، بلکه حکومتی که در نتیجه به میان نه از حمایت اکثریت مردم نه تنها برخوردار نخواهد بود، بلکه ممثل یک اقلیت کوچک از 34 میلیون فقط 2 میلیون افغان. آقای حکمتیار، شما هم در جریان مبارزات انتخاباتی تلاش زیادی کردید، گفتید که مردم رو به شرکت در انتخابات، هواداران خودتون رو فرا خوندید. ضمن اون ادعای شما این بود که میلیون ها هوادار در سرتاسر افغانستان دارید. اگر ناکامی باشه بخشی از اون به شما هم بر نمیگرده، این میلیون ها هوادار شما کجا هستن؟ اگر میزان مشارکت بر اساس ارزیابی ها اونطور که خودتون میگید حدود 2 میلیون یا کمتر از اونه؟ بله، ما باید عرض کنم که ما 6 میلیون مهاجر داریم که اکثریت بیش از 90% متعهد به حزب.
از 70% افغانستان که خارج از سلطه دولت است در این نفوذ وسیع داریم. مناطق است که در اونجا حزب مطرح و نفوذ دارن. اینا چرا نیومدن پای انتخابات؟ چرا نیومدن پای صندوق‌های رأی؟ آقای حکمتیار سوال اینجاست. محروم کردن، اجازه ندادن، شرایطی وضع کردن که اینا از مشارکت محروم شون، شرط استیکر وضع کردن، کسی حاضر نبود بر تذکره خود استیکر نصب کنن و بی جهت با تهدیدهای مخالفین مصالح دولت رو برو شون. مطمئن نبودم که انتخابات برگزار میشن. اینا همه از مشارکت در انتخابات محروم در مورد استیکر 100% دارم. در اجازه بدید بفرمایید. من یقین 100% دارم اگر یک حکومت موقت ساخته شد که در انتخابات کاندید نباشن، رئیس جمهورش و اعضای کابینه‌اش، و از امکانات دولت در کمپین انتخاباتی استفاده نکنه، جنگ پایان یابه و صلح تامین شوه، همه افغانان فرصت مشارکت در انتخابات به دست بیاره، مهاجرین در انتخابات شرکت کنن، اهالی مناطق ناامن در انتخابات شرکت کنن، من 100% یقین دارم که ما در دور اول انتخابات برنده خواهیم. آقای حکمتیار شما قبلا هم میگفتید یقین دارید که میلیون ها نفر آرای خودشون رو به صندوق ها به نفع شما خواهند ریخت. در هر صورت در مورد استیکر اشاره کردید، شما گفتید که خودتون بدون این که به تذکره شما، شناسنامه شما، استیکر یا بارکد متصل شده باشه رفتید رای دادید، ولی امروز کمیسیون انتخابات علناً گفتند که شما تذکره شما بارکد داشته، شماره بارکد رو اعلام کردند 156-72-403 و گفتند که در مرکزی رای دادید که شماره مرکز 5 بوده، شماره محل 5 بوده، نام شما هم در فهرست رای دهنده ها یا ووتر لیست 206 بوده. این همه درست است. ما رفتیم در این محل رای دادیم و بارکودم داشت، ولی ما در محل رای دهی از تذکره کار گرفتیم که در بروز تیکر نصب نشد. شما دو تا تذکره دارید؟ فقط میخواستم دو تا شناسنامه دارید؟ کاپی، ما کاپی تذکره را دادیم، برویت کاپی تذکره و ما موقع دادم که رای دادم. من میخواستم به مردم بگویم برین به محل انتخابات، گفته بودم، تاکید کرده بودم که همه برن به محل رایدهی تذکریشان استیکر خورده یا نخوردم. اگر کسی مانع شد محکم بیستین، از خود دفاع کنین. هیچ کسی صلاحیت نداره که تو را که واجد شرایط هستی یا گوان را که واجد شرایط است او را از حق رایدهیش محروم کنه، مگر کسی حق دارم که به دلیل یکی بر تذکریش استیکر نخوردن و یا هم سیاسی بودن، دولت و زماندارا قصدن و عمدن اینا را این شرط وضع کرده که باید تذکره استیکر بخوره تا بتانه ای از حق رای استفاده کنه. وقتی میفرمایید کسی که کسی را به دلیل یکی استیکر تذکریش استیکر نداره و از مشارکت در انتخابات محروم کنه. کمیسیون انتخابات حرفش این بوده که تذکره خیلی زیاده، افراد تذکره‌های متعدد دارن، باید بارکد یا استیکر نصب می‌شده تا که تذکره واقعی از تذکره غیر واقعی تشخیص داده بشه. در هر صورت بحث من نیست. اون تو نکته اساسی اینه که شما گفتید که به افراد گفتید که بایستن. منظورتون این هست که آیا باید به خشونت متوسل می‌شدن؟ هرگز نگفتیم محکم بایستیم تا آخرین ساعت انتخابات، حق خود به دست بیارین، اصرار کنین برید که با آسانی محل ترک نکنین. و کمیسیون انتخابات مکلف است که به خواست شما اعتنا کنم. موضوع ما فقط همین بوده. بله. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان و از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ممنونم از حضور شما در برنامه. و اما بحث رو در استودیو ادامه میدیم با ملک ستیز، پژوهشگر امور بین الملل و تحلیلگر مسائل افغانستان اینجا، و همینطور ارزلا اشرف، فعال امور زنان و تحلیلگر مسائل سیاسی. سوال اول من از شماست آقای ستیز. به نظر میاد مشارکت پایین بوده، بعضی از کاندیداها هم معترض هستند از جمله آقای حکمتیار. ما آهسته آهسته داریم صدای پای یک بحران رو میشنویم. متاسفانه ادبیاتی که همین اکنون در سخنان آقای حکمتیار استفاده میشه همچون یک گوشزد را به
جامعه سیاسی افغانستان میکنن. یک مقدار در حرفای آقای حکمتیار واقعیت‌های نهفته است که او عبارت از وضعیت بسیار دشوار سیاسی افغانستان است، اما به باور ما آقای حکمتیار تلاش میکنه که به عنوان یک پاپولیست نقش بازی بکنه، نه به عنوان یک کار فعال. منظورتون از پاپولیست عوامگرا؟ عوامگرا، بله. به این معنا که خب ارقامی را که آقای حکمتیار ارائه میکنن که در حدود 90% 6 میلیون مهاجرین مربوط حزب اسلامی افغانستان است، این تعلق ما در زمینه تحقیقات را شاهد نبودیم. و آقای حکمتیار حرفای خودشون رو زدن، ولی سوال من این بود که آیا به سمت یک بحران افغانستان در حرکت؟ پاسخ ما خب روشن برای شما بود که همین ادبیات اگر ادامه پیدا بکنه ما میریم به طرف بحران، اما بیاین که به یک سلسله اصول پابند باشیم و اصول طور است که انتخابات را باید به عنوان یک عنصر مهم به رسمیت بشناسیم، ارزش های از او را که از پیامدها و نتایج انتخابات ظهور میکنه او را مورد دقت قرار بدیم و بعد روی این که تا چه حد در انتخابات تقلب صورت گرفته بحث دقیق و تخصصی را بکنیم و بعد از او پیرامون از اینکه آیا ما به طرف بحران روان هستیم صحبت بکنیم. و پیشنهاد ما بر رهبران سیاسی افغانستانی است که تا زمانی که این سه مرحله سپری نشده از ادبیات بحران استفاده نکنند. خانم اشرف، به نظر میاد که مشارکت بالایی نیست، اگر خیلی هم پایین نباشه، با توجه به مختصات و ویژگی هایی که در افغانستان امروز شاهد هستیم. این میزان از مشارکت تا چند اندازه میتونه مشروعیت رو مخدوش بکنه؟ خب در قدم اول اگر اجازه بدین مختصر اما قدر بگویم که در رابطه با بحران که آیا این علائم از بحران است یا نه، یک کاندید فوق العاده غیر مطرح، یک کاندیدی که گذشته بسیار ناکام و سیاهی را گذشتانده و برای اولین بار است که در زندگی خود شاید از یک رای مسالمت آمیز کوشش کرده که پیش بیاید، بحث و موقع و پلتفرم دادن برای زور بسیار جدی بگیریم. من فکر میکنم یک شاخص خوب برای زی که ما پیش بینی یک بحران باشیم نیست. الان شاید بسیار زود باشه که ما اشرف آقای حکمتیار ولی... چهره بسیار مطرح هستند، رسانه ها به او توجه زیادی نشون میدن، در هر صورت طرفداران خودشون رو دارن. رسانه ها بر مطرحشان ساخته به خاطر که ما شواهد را داریم، به طور مثال پسرشان کاندید کردن خود در پارلمان، انتخابات پارلمانی چقدر رای گرفتن. این نمیشه که وقتی که از یک طرف میگن که خوب اگر ما کامیاب شدم انتخابات کامیاب است، اگر من نشدم رای چی تقلب گسترده در مورد انتخابات پارلمانی، البته حرف ایشون و خیلی ها این است که تقلب وسیع و گسترده بوده، در هر صورت اون مورد بحث ما نیست، ولی مشروعیت بگویم و مشروعیت در قسمت مشروعیت ما یک حکومت را داشتیم که هر قدر از دیدگاه قانون اساسی و از دیدگاه مشروعیت حقوقی اگر بهش نظر بکنیم که حکومت وحدت ملی بود مشکلات خود داشت، ولی زمان از او حکومت دیگه تمام شده بود. مردم افغانستان هنوز هم سخت پابند هستن و خط سرخ خود قانون اساسی افغانستان میبینن. به اساس قانون اساسی افغانستان ماها قبل مدت زمان کار حکومت فعلی تمام شده بود. اناله ما دو را داشتیم، یا ای که میرفتیم به یک بحران واقعی که تحت نام حکومت موقت و امثال از این میگن که نه تنها او بحران حکومت ضعیف می ساخت بلکه نظام جمهوری اسلامی را در حقیقت ضعیف می کرد، یا ای که باید انتخابات انجام می دادیم. انتخابات انجام دادیم. ما پیشبینی یا تحلیلی که داشتیم ای بود از کارها و جریانات سیاسی که در جریان بود در ماهای گذشته که یک انتخابات بعد بهتر از نه انتخابات است. حال چیزی را که ما میبینیم که در حال شکل گیری است این است که ما یک انتخابات ضعیف داشتیم. ما بازم ادعا میکنیم که یک انتخابات ضعیف بهتر از داشتن هیچ انتخابات دیگه است. مسئولیت خیلی بزرگی در قبال رهبرای مطرح سیاسی افغانستان وجود داره که اینا امروز مردم افغانستان، ما فکر میکنم اگر میزان مشارکت کم هم بوده این ما نادیده نگیریم که ما چقدر تلفات ملکی داشتیم امسال، چقدر مردم ما جانها
جانهای خود را در امی راستای امی انتخابات امروز از دست دادن. کارمندان انتخابات، خبرنگارا، نیروهای امنیتی و امثال ازی. اینال مشروعیت ازی پروسه یک مسئولیت بزرگش مسئولیت مردمی بود که 2 میلیون یا 1 میلیون یا 1.5 میلیون رفتن این مسئولیت به نمایندگی از ملت افغانستان انجام دادن. مسئولیت بزرگتر متوجه کمیسیون‌های انتخاباتی میشه، هم کمیسیون شکایات هم انتخابات و متوجه رهبرای افغانستان میشه که اونا باید همی اخلاق خود درست بکنن و ستیز. نتیجه بید. وقتی که یک حرکت ملی مثل انتخابات در خیلی از کشورهای دنیا رقم میخوره، همه سعی بر همکاری دارن. در مورد انتخابات افغانستان، طالبان علنا تهدید کردن و بسیار مستقیم و با لحنی تند. کاندیداها هم به نظر نمیومد که خیلی اعتقادی به کارایی این تیم برگزار کننده انتخابات داشته باشن، هر از گاهی منتقد بودند. در مورد فعالین سیاسی هم هر روز گفته میشد که حرفشون این هست که به دلیل تقلبات گسترده چندان نمیشه این انتخابات و این کمیسیون رو مدار اعتبار قرار داد. با در نظر داشته همه اینها چه نمره‌ای میشه به برگزاری انتخابات امروز داد؟ چه ارزیابی میشه از کار اونها کرد؟ منظور شما از کمیسیون های انتخابات؟ بله، کمیسیون های انتخابات مثلا. خب اگر یک جواب بسیار کوتاه بردی داده شوه، هنوز زود است. اما با در نظر داشت اطلاعاتی که به دست آمده و به خصوص امروز که ما از منابع رسمی بسیار متعدد اطلاعات به دست آوردم، تصور کلی چنین است که این کمیسیون نسبت به کمیسیون قبلی بهتر عمل کرده. اما هنوز هم زود است، چون این یک داوری بسیار مهم است و این داوری را نمیشه به این سادگی مطرح کرد. اما تصور کلی هم از اطلاعات رسانه‌ای و هم از اطلاعات نهادهایی که تحقیق میکنن پیرامون افغانستان، وقتی ما یک مرور کردم، چنین تصویری وجود داره که وضعیت بهتر نسبت به کمیسیون قبلی در این زمینه روشن است. شما فرمودید خانم اشرف که برگزاری یک انتخابات ولو با نقص بسیار بهتر از اینه که انتخاباتی برگزار نشه. فکر نمی کنید که شانس برگزاری یک انتخابات بهتر، شانس برگزاری انتخاباتی در فضای آرامتر گرفته شده با برگزاری انتخاباتی که الان دست کم نقص مشارکت پایین برش وارده؟ ضرورتا نخیر، به خاطر که ما تا چی زمان را ادامه میدادیم؟ یک جریان که تحت نام به اصطلاح مذاکرات صلح ادامه داشت 9 ماه طول کشید. مردم افغانستان، دولت افغانستان که در حقیقت سرنوشت از اینا در اونجا تعیین میشد، در 9 ماه مکمل کاملا در یک ابهام و در یک عدم وضاحت و عدم معلومات قرار داشتن. هیچ نوع معلومات را بسته 30 میلیون نفوس افغانستان نداشت که کشور ایالات متحده آمریکا با طالبا در رابطه با چی گفتگو میکنن، چی را برای طالبا میتن، چی را از پیشان میگیرن و امثال ازی. بازم دیدیم که با یک توییت رئیس جمهور آمریکا تمام از اون پروسه ختم شد. وقتی که این وضعیت ما میبینیم، چگونه ما میتونستیم که منتظر بمانیم و تا چی زمان را میتونستیم منتظر بمانیم که اوضاع و شرایط برازی فراهم شود که ما یک انتخابات خوب داشته باشیم؟ توقع ما چی است؟ توقع ما این است که فعلا در این مقطع بسیار مشخص نیاز برازی بود. من شخصا چون خودم حضور فیزیکی در افغانستان نداشتم، اصلا از هیچ کس از هیچ هموطن خود نخواستیم که برین و رای بتین. برای کسی که امروز رای داده، ما بازم افتخار برشان میکنم که امی جرأت و شهامت را داشتن که برن اشتراک بکنن. بس اساسی است که ما باید از حال کار بکنیم برای انتخابات های آینده که در اونجا بتانیم در فضای صلح‌آمیزتر. خیلی کوتاه میخوام نظر شما رو در این مورد بدونم و بعد همین سوال رو از آقای ستیز میپرسم. فکر نمیکنید که امشب در دفتر سیاسی طالبان در قطر جشن برگزار با این تعداد از مشارکت؟ ضرورتا نه.
به خاطر که اونا خود طبیعی است که از لحاظ مطبوعاتی اعلامیه خودم دادن و تبلیغات هم کردن، ادعای خیلی بزرگ کردن که ما تقریبا حدود 300 فکر کنم که منابع شما میگفت بیشتر از 300 عملات کردیم، ولی بازم 300 عملات از اونا رو ببینین 2 میلیون نفوس ببینین. آیسا شما چی فکر میکنید؟ خب استراتژیست های طالبان صورت قطع این استقبال میکنن و شاید یک مهمانی داشته باشن، اما واقعیت این است که جنگنده های طالب از این رویکرد راضی نیستن. در سطح داخلی هم تصویر است، در داخل افغانستان کسانی که عمیقا از وضعیت به اصطلاح تحلیل میکنن و وضعیت مورد بررسی قرار میدن از این حالت به صورت جدی متاثر هستن و رنج میبرن، اما کسانی که دیدگاه سطحی دارن پیرامون افغانستان مبحث به اصطلاح یک نظام نوین را تحت رهبری یک رئیس جمهور نوین مطرح میکنن، رئیس جمهوری که از یک انتخابات نزدیک به 2 میلیون وان هم که بتوانه اکثریت آن را به دست بیاره. فکر بکنین که از این 2 میلیون در حدود نزدیک به 1 میلیون را یا کمتر و بیشتر از او را باید به دست بیارن تا یک دولتی را که صاحب 34 میلیون است او را رهبری بکنه. بنان ضعف و بحران مشروعیت یک عنصر همیشگی برای این حکومت بعدی خواهد بود. ملک ستیز، ارزلا، اشرف نعمت، ممنونم از حضور هر دوی شما در برنامه. و مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخله کشور افغانستان، میگوید برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امروز از نظر امنیتی یک موفقیت بزرگ برای نیروهای امنیتی افغانستان بود. آقای اندرابی در مصاحبه با بی بی سی تایید کرد که گروه طالبان در بخش‌های مختلف افغانستان تلاش کردند انتخابات را مختل کنند و بمب‌گذاری و موشک پرتاب کردند. اما آقای اندرابی گفت که مسئولیت بحث مشارکت در انتخابات متوجه نیروهای امنیتی افغانستان نیست و در این رابطه باید از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پرسیده شود. همکارم ضیا شهریار در گفتگوی با آقای اندرابی اول ارزیابی او را از چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پرسید. طبعا انتخابات امروز از لحاظ امنیتی با در نظر داشته تهدیدا و اختاریایی که طالبا با مردم افغانستان با پروسه دموکراسی با مردم سالاری داشتن نتانستن که پروسه را مختل بسازه و نیروهای امنیتی با پلانگذاری دقیق، البته پلانگذاری مستقل که برای 3 دور به خاطر از انتخابات کرده بودن، قبل از انتخابات، روز انتخابات و مرحله 3 مشکال داخل شدیم بعد از انتخابات و پلانگذاری دقیق و عملیات ها به طالب ها امروز نشان دادن که ظرفیت تهدید مردم افغانستان برای انتخاب آینده خود، ظرفیت تهدید مردم سالاری را اونا ندارن و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و قادر هستن و به ظرفیت های مسلکی و عملیاتی و هماهنگی رسیده که از مردم افغانستان دفاع کنه و از پروسه‌های ملی خود دفاع کنه و زمینه را مهیا کنه. ولی گزارش‌های ناامنی از نقاط مختلف افغانستان به شمول کابل پایتخت گزارش شد در آغاز روز، بمب‌های مغناطیسی در مراکز رایدهی انفجار کرد، در از ولایت شمال شرقی در جریان روز گزارش می‌رسید که جنگ جریان داشت. گزارش‌هایی که ما داشتیم مجموعاً تعداد 80 نفر زخمی، حدود 4-5 نفر کشته. گزارش شما چی است به صورت عموم از نظر امنیتی، اگر یک تصویر بدین که چی اتفاق افتاد امروز؟ طبعا طالبا عملیات های مختلف یا برنامه های مختلف مختل کننده را داشتن. دو بحث است، یکی که اینا عملا مردم ها گفتن که در سایت ها ما شما را تهدید میکنیم، در رسیدن به او سایت ها پروسه کمپاین ها را تهدید میکنیم، پروسه انتخابات در کل تهدید میکنیم، که تمام از او به تهدید و دورق مان و در عمل اینا عملیات های منسجمی که بتانن این پروسه را مختل بسازن نتانستن. مثلا در کابل مینه ها را در اطراف ماندن، بیشتر مینه های صوتی بود، در بعضی از شهرها راکت پراگنی کردن که هیچ نوع هدف مشخصی نداشت بجز از این که مردم بترسانه و یا ای که به جای مسکونی و غیره که خود سنترا هم البته جای چیز نیست برسه. تحرکات دشمن به خاطر تصرف اراضی هم امروز جریان داشت. در ولسوالی تخار واقعا
در درقد، در بهارک، در سرپل، در سمنگان، در سوف پایان مثلا اینا عملات داشتن که با وقت و زمان با تلفات بسیار زیاد توسط نیروهای امنیتی دفاعی و قوای هوایی اردوی ملی ما امروز اونا دفع کردیدن. اوی عملیات های طالبان تا حد تانست که مردم با ترساندن سطح مشارکت در انتخابات پایین نگاه بکنه. گزارش های ناظرهای از چهار طرف افغانستان نشان میده که سطح مشارکت بسیار پایین است و احتمالاً طالبان هدفشون این بود که انتخابات مختل بکنن. و آیا به هدفشون نرسیدن به نحوه؟ طالبان سطح مشارکت امروز کمیسیون انتخابات طبعا وظیفهشان است و اعلان میکنن و ما مطمئن هستم که اگر این را به بحث بگیریم و به تحلیل بگیریم امنیت یکی از یا یگانه فاکتور از امنیت نمیتونه باشه. موارد دیگه غیر امنیتی هم هست. چیزی که طالبان تهدید کرده بودند که ما مردمی که به اینجا مراجعه میکنه میزنیم و عملات میکنیم و نمیمانیم که انتخابات برپا شود. خب امروز اونا نتونستن که انتخابات استارت کنن. طالبان میخواستن که به نحو انتخابات مختل بکنن و یعنی اعتبار انتخابات زیر سوال ببرن. وقتی که سطح مشارکت پایین باشه تقریبا به هدفشون رسیدن حتی بدون از اینکه حملات زیاد جدی انجام داده باشم. من اما تو که گفتم موضوع از این که چقدر نفر اشتراک کرده کمیسیون انتخابات حتما میگن، موضوع از این که چرا کم اشتراک شده من گفتم فاکتورهای مختلف میدانه داشته باشه و طبعا امنیت یکی از فاکتورهایش هست. اما طالبا امروز نتونستن که مستقیما در این روز تهدیدی که کرده بودن به مردم آسیب برسانن و یا به نیروهای امنیتی آسیب برسانن و یا کدام مرکزی را. ما تنها 37 مرکز از مراکزی از 4000 و بیشتر مرکزی که ما داشتیم، 37 مرکزی که ما پلان نداشتیم که باز شود، تنها 37 مرکز باز نشد که 120 کم نشان میده و خود از این نشان میده که سایر مراکزی که ما پلان کرده بودیم باز بوده. 431 مرکز ما گفته بودیم که باز نمی باشه بنابر تهدیدات امنیتی، امروز فقط 37 مرکز به اون 431 مرکز استفاده اضافه شد. در آغاز پیش از انتخابات حدود 800 مرکز رایدهی بود که در سطح بلند تهدیدهای امنیتی قرار داشتن، طوری که نیروهای امنیتی اعلان کرده بودن. ما که با کمیسیون صحبت کردیم اونا فکرشانی بود که امکان برگزاری انتخابات داری 800 مرکز شاید وجود نداشته باشه. با یک تعداد منابع که صحبت کردیم و حتی منتقد از این بودن که نیروهای امنیتی و نهادهای امنیتی اشتباه کردن در محاسبشون، باید این مراکز بسته می بود. امروز وضعیت 800 مرکز چیگونه بود؟ ارقام دقیقی که به چی شکل دیجه شده، معلوماتی که ما تا بال گرفتیم از ساختارهایی که ایجاد شده بود به سطح ولایت که از کمیسیون که انتخابات، شکایات، نیروهای امنیتی، ولایت و سایر بخشای دیگه هست، ارقامی که به ما ارائه شده همی ارقام 468 مرکز امروز انتخابات برگزار نشد، در سایر مراکز دیگه انتخابات برگزار شد. و آیا شما نگران یک بحران سیاسی در پی انتخابات هستین؟ پیش بینیتون چیز به صورت عموم که اگر با توجه به تجاربی که در گذشته وجود داشته یک بحران در پی داشته باشه، موقف نیروهای امنیتی، موقف شما چی خواهد بود به صورت؟ نیروهای امنیتی و دفاعی کشور وظیفه مشخص دارن. ما وظیفه ما در انتخابات تامین امنیت در انتخابات بوده در سرتاسر کشور و بی‌طرفانه بدون کدام علاقه سیاسی، علاقمندی سیاسی یا مداخله در روند انتخابات و او را نیروهای امنیتی توانستند که امروز ثابت کنند، همین رقم که در دورهای قبلی ثابت کرده بودند. و پروسه دموکراسی در افغانستان به یک بلوغ بهتر هر سال میرسه، همین رقم که نیروهای امنیتی ظرفیتشان بالا میره. ساختارهای موجود است در ساختار انتخاباتی افغانستان که میتونه که مواردی که مشکلات در او باشه با او جوابگو باشه، پیش بینی شده باشه و امیدوار هستم که به اون نتیجه برسیم. گفتگوی همکارم ضیا شهریار بود با آقای اندرابی، سخن سرپرست وزارت داخلی و وزارت کشور افغانستان مسعود اندرابی. اما در شبکه‌های اجتماعی در مورد انتخابات افغانستان چه گفته میشه؟ صبح تا حالا اگر شبکه‌های اجتماعی رو مرور کرده باشید بحث‌های زیادی در گرفته. همکارم ستار سعیدی اینجاست. اول از مواردی بگو که در شبکه‌های اجتماعی سر و صدا کرده. بیشتر از همه چیزی که
مردم در شبکه‌های اجتماعی میگن یا در برنامه ما امروز مطرح شد، مشارکت پایین رای دهنده بوده در جاهای مختلف، مثلا در ولایت هایی که به طور سنتی در انتخابات های گذشته اگه بتونیم از لفظ انتخابات ها استفاده بکنیم معمولا شاهد صف های طویل بودیم، مثل مثلا ولایت های بامیان، دایکندی، بلخ، هرات. از این ولایت ها هم حتی گزارش هایی می رسید یا مشاهداتی مطرح می شد از صف های بسیار کوچک یا مراکز خلوت و همچنین عدم تمایل مردم به شرکت در انتخابات. خب دلایل زیادی هم گفته میشه، از جمله مثلا مسائل امنیتی رو میگفتن، خیلی ها میگفتن که حاضر نیستن جانشون رو به خطر بندازن به خاطر انتخاباتی که همچین تجربه ای مثل انتخابات پارلمانی گذشته داشته یا انتخابات سال 2014 که منجر به تشکیل دولت وحدت ملی شد. اما با این حال بخشی از ماجرا هم به خاطر مسائل و مشکلات فنی و نارسایی ها هست در مراکز رای گیری. در مورد مشکلات فنی آیا کاربرانی که در این زمینه صحبت میکردن شواهدی هم ارائه کردن؟ خیلی از مشاهداتشون گفتن، خیلی ها نوشتن، خیلی ها ویدیو ضبط کردن فرستادن، اما مثلا ویدیوهایی هم منتشر شده از کسایی که وقتی میگن مثلا فلان دستگاه کار نکرده ویدیو گرفتن. مثلا یک ویدیوی گرفتیم هست در شبکه‌های اجتماعی، یک مرکز رایگیری در دارالامان در کابل نشون میده که رای دهنده از ساعت ظاهرا 7 صبح اونطوری گفته میشه در ویدیو 2 ساعت دست رو دست گذاشتن منتظرن تا دستگاه بایومتریک کار بکنه یا برسه که نرسیده. ما هم دیگه اینو ببینیم. قسمی که در تصویر دیده بشه اکثریت اشتراک کننده ها در انتخابات آمدن اینجا به خاطر رای دادن، اما متاسفانه ماشین بایومتریک کار نمیده. مسئولین کمیسیون انتخابات هم اینجا نشستن، زنگ زدن که تا بیاین روی دستگاه کار کنن، متاسفانه دستگاه کار نمیکنه و اینجا همه در قطار منتظر هستن تا به کاندید مورد نظر خود رای بدن، اما متاسفانه کار نمیده ماشین بایومتریک. از ساعت چند آمدی رفیق؟ از ساعت 7 صبح. اینا از ساعت 7 صبح اومدن که بالاخره به کاندید مورد نظر خود رای بدن، اما متاسفانه ماشین بایومتریک کار نمیده. کاکا خودت چند بجا اومدی؟ 7 صبح. کی 7 بجا و شما؟ ما 6 نیم بجا اومدیم برادر. خبر رفته بدیم برادر دست کاندیدی که رای بدیم. متاسفانه تمام شرکت کننده ها در این انتخابات از 7 صبح از 6 صبح اومدن، اما متاسفانه ماشین بایومتریک درست کار نمیکنه. اینا به مسئولین کمیسیون نیز زنگ زدن تا بیاین این مشکل رفع بسازن، اما تا کنون که ساعت حدود 9:40 دقیقه هست کسی حاضر نشده تا این ماشین بررسی کنه و مشکلشان حل کنه. بسیار خوب، این بار اول نیست که البته در انتخابات افغانستان از دستگاه بایومتریک استفاده بشه که بگیم کمیسیون انتخابات تجربه نداره. در انتخابات سال گذشته هم استفاده شد و فرصت مناسب و کافی بوده برای کارمندان که استفاده بکنن. ویدیوی دیگه وجود داره از به نوعی هنگ کردن دستگاه بایومتریک که اطلاعات وارد شده، اما دیگه از یک مرحله جلوتر نمیرین. ما هم دیگه ببینیم. کدوم مرحله استاد مونده؟ نی برگشت میکنم نی بری. نه بله برگشت. و یک ویدیو دیگه هست از ناهماهنگی فهرست رای دهنده ها در یک مرکز انتخاباتی با اطلاعاتی که در دستگاه بایومتریک وجود داره. اینا ما هم دیگه ببینیم. استیکر مو اجازه ده شما اجازه ده نمیخوید اجازه ما نظر تو می خواهی جمی من تو بالا جمی من نمیخوام کنم منو دستور رای نمیخوام جور دست میتونم کمیسیون انتخابات افغانستان هم گفته که در این باره توضیحاتی داره، بخشی از توضیحات رو ارائه کردن. ممنونم از ستار سعیدی.
چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با همه فراز و فرودها، تهدیدهای طالبان و آینده مبهم روند صلح برگزار شد. خیلی‌ها امروز خطرهای امنیتی رو به جان خریدن و به پای صندوق‌های رأی رفتن، از پیرمرد و پیرزن گرفته تا زنان، بچه بغل و جوانان. 60 دقیقه امشب رو با نگاهی به تصاویر انتخابات به پایان می‌بریم. ممنون از اینکه با این 60 دقیقه ویژه همراه بودید.